خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از پرونده تعرض به دختران ایران شهر خواهیم گفت تا واکنش ها به بازی های ایران در جام جهانی و تغییراتی در شکل و محتوای مطبوعات که میتونه علامت فشار باشه. سلام های بهنود، هفته که گذشت به جز آخرش که در صورت بالاخره فضای جام جهانی شاد میکنه جامعه رو، خبرها از ایران خیلی خبرهای خوبی نبود. از اعدام محمد سلاس تا پرونده تجاوز و تعرض به دختران ایران شهر، بعدش هم گرونی که به قول معروف داد همه رو در آورده و همینطوری خبرهایی که حالا بیشتر بهش اشاره میکنیم توی برنامه. آره هستش، حالا من در سر دفاع نیستم، همینه که شما میگی همه درسته واقعا، ولی فقط هم از راه صفحه حوادث آدم دنیا رو نگاه نمیکنه. یه خبرایی هم بوده که توش بهترینش این بود که بالاخره بعد از سالها خانواده ها راه پیدا کردن استادیوم دیگه. اگه اینو گفته بودی من ناچار نبودم این توضیح بدم. خب شروع کنیم با روزنامه شرق. شرق همونطوری هفته رو شروع کرده که همه ماها شروع کردیم، با پیروزی غیر مترقبه ایران بر مراکش و اون گل. و چقدر چسبید واقعا، خیلی، و اینم نشون میده این رو. ولی به نظر میرسه که همزمان با اینکه اینو نگاه میکنیم ببینیم که یه موضوعی در هفته گذشته موضوع بیشتر روزنامه ها بود، اهم از تندرو، میانه رو، اصلاح طلب، اصولگرا، و اونم این که همه جوری میگفتن که قطعی است که جنگ در میگیره، نه جنگ نظامی بلکه جنگ اقتصادی و جنگ روانی، یعنی جنگ اطلاعاتی بسن، و هر کدوم براشون این راه حلای میدادن. یعنی مثلا فرض کنید روزنامه جوان و کیهان راه حلاشون این بودش که قوی بشیم و خلاصه موشک شلیک کنیم، و یا نه شلیک کنیم نمیگفتن، میگفتن قوی بشیم در ساختش. و ولی نشریات این طرف نه، میرفتن توی راه حلایی. یه فرصتی هم پیش اومد، اونم اون نامه 100 تا اصلاح طلب بود. فرصتی پیش اومد دست جناح اصولگرا که یه سری فوش جدید بده که جاسوس آمریکا و فلان اینا، در واقع عده از اصلاح طلبها خواهان مذاکره بدون بله، مذاکره مستقیم رو خلاصه هر چی میتونست به این 100 نفر گفت، به خصوص آقای کرباسچی رو که از دید جناح اصولگرا به اصطلاح فرمانده این ماجرا بود. است اینجا شرق میبینید یک مطلبی که به نظرم جالب رسید، مطلب آقای حیب‌الله معظمی است که پژوهشگر مطالعات رسانه است. ایشون این موضوع مطرح کرده که حالا که جنگ روانی تقریبا قطعی شده راه حلش چیه؟ بعد دوباره راه حلش صحبت میکنه، وسطش میگوید که ایران از نادر کشورهایی است یا شاید تنها کشوری است در دنیا که مردمش به رسانه های خارج از ایران متوجه هند. و بنابراین از همینجا میشه فهمید که اینجا یه درزی است، یعنی اینجا یک مشکلی اینجا وجود داره. راه حلش این نیست که اینا رو فیلتر کنیم، راه حلش این نیست که جلوی نبندیم، راه حلش این هستش که اعتماد عمومی رو برگردونیم به رسانه‌های داخلی. بریم روزنامه بعدی، قانون. قانون اهمیتی که داره اینه که دو تا موضوع رو که موضوع هفته میتونست باشه، یکی مسئله جنبش دانشجویی، اعتراضاتی که داره امنیت دانشگاه اینها رو، و یکی هم ماجرای ایران شهر رو. بله. این هر دوتا رو ورده کرده صفحه اول تیتر خودش. تنها نشریه نیست، همدلی هم کم و بیش همینجا اومده بود، ولی به نظرم مهمه که موضوع رو به هر حال زنده نگه داریم. یه نکته جالبی که به نظر من خیلی خوب بود تو روزنامه قانون، تیترم داره میگه که ترک بر مهر بله. سکوت. گزارشگر رفته توی دادسرا، توی راهروی دادسرا مادر و دختر نشستن که گویا دختر مورد تجاوز قرار گرفته، و خب این که میگه که هر دفعه که این داستان رو میخوام تعریف کنم حالم بد میشه، ولی فکر میکنم برای اینکه در واقع این قدرت رو به بقیه دخترانی که این تجربه رو داشتن بدم، فکر میکنم باید آدم سکوتش رو بشکنه و بله یه جایی باید شروع شه. به خاطر اینکه البته وقتی هم میگیم فقط هم مردم نیستن ها، یعنی مثلا در بقیه دنیا که به حال به یه شفافیتی رسوندند این ماجرا رو، اونم نه 100 درصده بله. یه درصدی هست، اونا در این حال مثلا در کنار پلیس یا قوه قضاییه مراکزی هم برای اداره این بچه ها نظر روانی وجود داره. در واقع بیشترین چیزی که من فکر میکنم مهمه اینه که قربانی به خاطر شکستن سکوت دوباره قربانی نشه.
چه حالا از طرف فامیل، از طرف جامعه و خانواده، و این توی چند صفحه قانون خیلی خوب از نگاه های مختلف رو باز کرده و نگاه کرده جامعه. بله، بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. روزنامه جوان بعد جوان. از تذکراتی که خامنه‌ای دادند و اصولا بحثی که در مورد نزدیک بودن این تحریم ها و اینا درگیر شده که باید متحد بود و چه و چه، از لحن انتقادی خودش نسبت به دولت کاسته، ولی به حال در زیر پوستش به حال هست. عکسی گذاشته، عکس جالبی هم هست، روزی که آقای روحانی از خود دولتی ها انتقاد کرده، در حقیقت این عکس داره به ما میگه که ایشون در آینه خودشه دیده، یعنی مخاطبش این دفعه خودشه. اما اون آتش حقارت 100 نفره رو ندیده نگذارید، به خاطر اینکه این برخوردی است که همطور گفتم با اون بیانیه چیز شده. اونجا زینب شریعتی نوشته، میگه که به خصوص آقای کرواسی رو مورد مخاطب قرار داده و میگه که اینا متهم کردن ایران رو هم نوا با آمریکا، یعنی اینکه گفتن که بریم مذاکره مستقیم کنیم و توش هم اشاره کردن به اینکه کمی و کاستیایی شده، همون حرفایی است که ترامپ زده. بنابراین همین نشانه کافی است برای اینکه اونها رو بگوییم که از وابسته و نزدیک و از این حرفای معمولی هم شد. یه نکته دیگه هم که هست، این تیتریه که سلاس که گفت کشتم که کشتم قصاص شد. بقیه روزنامه ها نگاهشون چطور بود به اعدام محمد سلاس؟ غیر از روزنامه های راست که اومدن جواب شبکه های اجتماعی رو دادن، چون از به عنوان قصاص یاد کردن در واقع، اصلا بله اومدن وارشتن گفتن دیگه اعتراف شده بود و قصاص، و حتی تو شبکه های اجتماعی هم فعال شدن اصولگره ها، حتما دیدید اونجاها در جواب کسایی که میگفتن که مثلا رعایت اصول نشده در مورد مرگ سلاس، پرونده ابهاماتی داره. آره هنوز. اونا میگفتن که شما همون کسایی هستید که موقعی که اتفاق افتاد گفتید درویش های داعشی. این هم حرفیست، یعنی بله. تو اون هیجانی که اون روز اول اتفاق افتاد، ممکن هم هست کسایی که الان اعتراض دارن این حرف رو زده باشن، ولی به حال میشه به هر دوش اعتراض کرد. توی روزنامه های اون طرف این تحلیل بود، مثل جوان که دارید میبینید، ولی روزنامه های میانه رو ترجیح دادن خود خبر رو بدن فقط. خبر برن. روزنامه بعدی هفته صبح هست، پر از خبر. اصلا همینطوری کلی گزارش اینا قبل از اینکه شما بریم، من فقط اینو بگم اینجا تیتر هست که در ایران شهر چه خبر است. راستش یه گزارش مفصلی داره و فقط بیشتر داره میگه که آقای منتظری که دادستان کل کشور هستن گفتن که پرونده از بیخوابان اونطوری که میگن نبوده و کسی که این خبر رو اعلام کرده باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره، و برخلاف روزنامه قانون که خب خیلی مفصل به قربانی پرداخته و اینکه چقدر قربانی ممکنه آسیب ببینه، در روزنامه هفته صبح نه. آره، یعنی منتظر بودید که روزنامه بره روش یک روی خبرهای خبرگزاری ها یه کار جدیدی هم بکنه، بره با طرفین ماجرا نزدیک شه، صحبت هر دو طرف رو از قول کارشناسا منعکس کنه دیگه. درست، ما وقتی داریم در مورد ایران شهر و جای در سیستان و بلوچستان حرف میزنیم، یک در مورد یه جامعه سنتی حرف میزنیم. اعتراضاتی هم فیلمایی هم که اومد از اعتراضات جلوی فرمانداری و اینا، علارغم اینکه زنها قربانی بودن، فقط مردها بودن که رفته بودن و اعتراض میکردن. بنابراین در یه چنین جامعه واقعا مهمه وقتی زنی میاد و میگه من مورد خشونت یا آزار و تعرض قرار گرفتم. بنابراین باید حمایت بشه. بله، اون که معلومه، منتها به حال نشریات خبری حمایتشون رو باید در قضاوت نیارن، بلکه در شکل ماجرا بیارن، همون کاری که معمولا نشریات راقیه یا رسانه‌های راقیه دنیا میکنن، یعنی در این همچین مواردی برن نظر این طرف و نظر اون طرف رو بگیرن. اگه مستقیما شخص اول نیستش، کارشناسایی از هر دو طرف صدا کنن، گزارش باورپذیر بشه، وگرنه اینکه فقط نقل کنیم به اینکه ایشون گفته است که نیست و اینا، نه این کافی نیست. موافقم با شما، اون بالا دارید میبینید فرش مذاکره تاریخی رو من فروختم. میدونید ماجراش چیه؟ اون وقتی که آقای ترامپ با کیم جونگ اون رفتن وایسادن با هم دیگه دست دادن و عکس تاریخی شد و اینا، به نظر آقای ترامپ اون زیر پاشون یه فرش بود، خیلی ها گفتن این فرش ایرانه، بعضی هم شوخی کردن گفتن که چینی ها همه یه فرش های ماشینیشون با نقش های ایرانه، بنابراین این چینیه. هفته صبح رفت پیدا کرد که اون فرش از کجا اومده، فهمید که یه فرش فروشی در سنگاپور اینو فروخته. یه گام دیگه جلوتر رفت، رفته باش مصاحبه کرده و اون نشون داده یه نمونه دیگه از اون فرش رو، اون یک فرش فروش ایرانیست در
سنگاپور که اون فرش رو فروخته. پس بنابراین فرش مذاکره تاریخی رو من فروختم. بریم روزنامه ایران رو هم ببینیم. روزنامه آخر روزنامه ایرانه. روزنامه ایران به هر حال همه روزنامه ها پایین صفحه اولشون به هر حال جای آگهیه دیگه، بله. درآمدشون بیشتر از اون. ولی ایران در این چاپ که دارید میبینید، چاپ دوم یا سومشه، در اینجا از خیلی آگهی دومشه، بعد در از خیلی آگهیاش گذشته و به همین جهت هم این سفر رو تمامش رو عکس کرده، تقریبا چیزی مثل سازندگی که تمام صفحش عکسه و توجه داده که در بین اینکه این ماجرا مهم بود، قهرمانان جنگیدن و همه اینا درسته، همزمانش یه شادمانی هم توی استادیوم 3000 نفری اتفاق افتاد. شوق آزادی که در واقع اون شوق رو داره به استادیوم آزادی و اینکه چقدر مردم خوشحال بودن. حتی یه چیز جالبه برای من این بود که خب چند ساعت قبل از اینکه بازی شروع شه یه مقداری بحث و حدیث بود که نیروی انتظامی اجازه نمیده، علارغم اینکه بلیت فروخته شده مردم نمیتونن برن. خلاصه جیغ همه در اومده بود و بعد درها باز شد. توییت های آقای صادقی نماینده مجلس عالی بود. همینطوری که حالا توییت میکردن و غر میزدن، یه توییتی نوشتن که ورزشگاه آزادی آزاد شد. بله. خیلی خوب بود. بعد آقای صادقی دفعه اولش نیست از این کار رو میکنه تو شبکه های اجتماعی. توی عکس ها و فیلم هایی که میومد در همون لحظات که واقعا یه بود شگفت زده کرده بود همه رو، به خصوص از دور خیلی بعضی ها میدیدم گریه میکردن با دیدن این تصاویر. بعضی آدم های آشنا رو میدیدیم، خانوادگی یا 20 نفر 15 نفر. اینستاگرام من پر از عکس های خانوادگی بود که همه رفته بودن و قشنگ بود. ایران میشه گفتش که روزنامه‌نویسی خوبی کرده، یعنی این خبر مهم امروز هم بودش. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کارتون ها، یه نکته رو من بگم. ما هفته گذشته در مورد روزنامه شهروند اشاره کردیم که روزنامه شهروند یه مقداری مردم پسندتر شده. سیامک رحمانی سردبیر و جانشین مدیر مسئول به ما پیغام دادن و گفتن که این در راستای سیاست‌های هلال احمر، به این دلیل که خب روزنامه از لحاظ مالی گویا تحت فشار بوده و یه مقداری تصمیم گرفتن که روزنامه مردم پسندتر بشه تا به جای اینکه گزارش‌های خیلی حالا میدانی یا اجتماعی یا هر چیزی داشته باشه، به سمت اینکه بتونن بیشتر بفروشن داره میره. ببینید آرزو، همونطور که در اول برنامه گفتم، احساسم این است که در عمومی میشه و تا اون جاییش که مبتنی است بر یه سیاست کلی که دولت میخواد یه جوری مساوات هم رعایت کرده باشه، بنابراین اگه بودجه کمه بودجه همه رو زده، یعنی نشریات وابسته به ارگان ها هم بودجهشون دچار مشکل شده، آثارش پیداست. همزمان با اینکه این اتفاق افتاده یه عوارضی هم داره دیگه این اتفاق، از جمله همین که میگیم. ولی در این حال ما به عنوان خواننده ناگزیریم تأسف خودمون رو بگیم، یعنی وقتی که نشریه به دلایل معلوم که برای خودش هم موجه هستش به دلیل بودجه و بقیه قضایا از گزارش‌های درجه یکی که داشت محروم میشه، به حال تأسف داره، یعنی اونو کارش نمیشه کرد، ولی به حال اونها هم حق داشتن، باید میکردن. حالا بقیه شاید خیلی از روزنامه ها الان تحت فشار هستن و حتی روزنامه هایی که همونطور شما گفتین با بودجه های دولتی دارن میگذرن، این چیزایی که خب روزنامه نگاران بیشتر از همه تحت فشار. بله الان دیده میشه روزنامه نگارا بالاخره باید روزنامه فروش بره که بتونه حقوقش رو بگیره. در این حال داره در اون شهر زندگی میکنه، بنابراین اجاره خونش زیاد میشه، پول ماشین گرون شده، اینا همش رو اثر میذاره دیگه، اینا تعادل طبیعیه گرچه تاسف آوره. کارتون اول محسن ظریفیان که با حال و هوای جام جهانیه. بله، ما جام جهانی از دید ایرانی‌ها دیده. بله، ایرانی‌ها حواسشون به جام جهانیه، در حالی که در کنارشون هم مشکلاتشون رفته دیگه، قبض گاز و برق و اجاره خونه و همه چی. حالا تهانی جهانی دیده. کارتون بعدی از محمد تهانی هست. محمد تهانی جام رو، خود جامی رو که همه دارن میزنن که بهش برسن، جام رو متشکل از آوارگان، گرسنگان و جنگ دیدگان دیده. یکی دو روز پیش هم روز جهانی مهاجران بود. بله. که اونم کلی اینا رو هم دیده توش، یعنی میگه در حالی که بله. اینطوری هستش، جهان در حقیقت از این شور و شعف ساخته نشده. بله. اینا رو هم پشتش هست. کارتون بعدی از ساسان خادم. حالا ساسان خادم یه اشاره داره به یه چیزی که مهم بود دیگه. حالا اون بالا بفرمایید شام یه ذره یه اشارات مخصوصی رو میبره. حضور آقای خاوری رئیس سابق بانک ملی در
اونجا سر میز و اینکه ویژه بچه‌های کانادا. آره میگه حالا اینا بچه‌های کانادا نشستن، آقای خاوری و اون دو نفر رهیدن اونجا سر میز، می‌بینید چقدر پول گذاشتن جلو خودشون، منتظر یکی دیگه هستن از مفسرین اقتصادی که قراره بیت المال برداره بیاد. خلاصه که پس این مفسر اقتصادی کجاست؟ بیت المال یخ کرد. آره میگم برخوردن بیت المال و منتظرن. خلاصه بله. کارتون بعدی از احسان گنجی. گنجی هم یه جوری معترض است به این. خب این فکر میکنم اشارهش به گرم شدن وحشتناک ماشین و در این حال کمپین نخرین. میگه که به این گفتن نخرین. این اصلا پولی نداره که بخواد بخره چیزی. بخره نخریش مهم نیست. برگزیده های این هفته باران رو انتخاب کردیم. بله. باران نشریه ایست که 13 سال منتشر شد، حالا گرچه مرتب منتشر نشد نمیتونست بشه، در سوئد. آقای معافان واقعا، آقای معافان قبل از این هم نشریات دیگه‌ای رو تجربه کرده بود، نشده بود، قطع شده بود، ولی واقعا یک کفش آهنی پوشیده بود. به همین جهت هم این شماره با وجود که مطالب خوبی داره، چه انتقالی که گزارش که محمد عبدی نوشته راجع به کتاب خانم میلانی رجای فروغ، چه گزارش مفصلی که راجع به رضا دانشور نویسنده بسیار خوب که واقعا غربت یکی از قربانی هایی که غربت گرفت، تبعید گرفت، رضا دانشور بود، نویسنده فوق العاده ای بود در داخل این نقل قول هایی که ازش میشد و یه نوشته ای که از خودش بود اشاره میکنه به یک نویسنده ای که راننده تاکسیه و با یه پیرزنی تو پاریس خودشو میگه، تو پاریس همینطور میره میگه غیر از اینکه یه قصه هایی میگفتش که شنیدنی بود و من اونو برای قصه میخواستم، انعامم خوب میداد. آخه و تأسف بخشه. اما تأسف انگیزتر از همه مطالبی که توش هست نوشته خود آقای معافانه که میگه که این تجربه هم به شکست رسید. بعد نقل میکنه به اینکه ماها موقعی که اومدیم، در سالهای مختلف که اومدیم، ماها یه عده آرمانگرا بودیم که هدفهایی داشتیم و به خاطر اون هدفها کار میکردیم و میامدیم و اصرار داشتیم این نشریه رو داره کنیم. یعنی نه تنها پولی نمیخواستیم بلکه کمک میکردیم. فهرست داده میگه ده ها نفر. 13 سال هم خیلیه. خیلی زیاده. بعد اونجا میگه که حالا رفتیم همه این کارها رو کردیم، همین کارها رو در عرصه فعالیت حقوق بشری هم میکردیم. وقتی نویسنده دستگیر و زندانی میشد مهم نبود که دست از کار بکشیم یا بعدش اخراج بشیم. پیگیرانه دنبال دفاع از این کنشگران بودیم بی آنکه اسپانسری، فاندیشنی، حقوق بشری، کسی برای این کار کمکی کرده باشه یا ازش خواسته باشیم. و به پسنامه قبلیش اشاره میکنه کبود که رفت و آخرش غم‌انگیزترین من و همکارانم اما خسته ایم. برای خودمان نیاز به زمان داریم. و میگه که اینجا دنیا عوض شده، ظاهرا نسل جدیدی هم که اومده دیگه احتیاجی به این نوع نگاه نداره. البته خوشبختانه مثل خبر بدیه زاویه هم داره که بد نیستش، باران به عنوان مجله تعطیل شده ولی انتشارات باران که کتاب های فوق‌العاده‌ای در این سالها در آورده، آقای معافان میگه اونو ادامه میدم. خب این باز خبر خوبیه که اون همون سرجاش میمونه. بریم مجله ها نگاه نو که خیلی مفصل کارنامه آقای داریوش آشوری رو بررسی کرده، واقعا عالی بود. مفصلی که شما گفتید معنیش این بود که من باید ذره خودم رو کنترل کنم در نقل. 100% این کارو بکنید. متوجه شدم به هر حال. مقصودم اینه که به هر زبونی که من معذرت میخوام ولی آقای داریوش آشوری خود نزدیکم شده، در واقع 80 سالش نشده ولی نزدیک داره میشه، سوژه شده درستم هستش. مصاحبه خیلی خوبی پیش بینی کرده بود آقای میرزایی، بنابراین امید که با این همه علاقمندی، امید روحانی که با این همه علاقمندی میره دنبال کار. به هر حال اینجا بحثای راجع به حافظ و اینا میکنه با آشوری که پیداست مدتی هم هستش که کم اشتغال داشته از هنرپیشگی و فیلم و سریال و نقد و اینا، که به این جا هم به علاقمندیش به حافظم دنبال چیزی شده. چیزی که میگه، میگه رفتم ببینم سراغ ادبیات فارسی و ادبیات ایران و اینا، خلاصه سراغ رسیدم. رودکی رفتم، سراغ هر کی رفتم دیدم نه آقا اصلا نمیشه خیلی واردش شد، اصلا وقتشو ندارم اینقدر. بعد رسیدم به حافظ و کتابای آقای آشوری خب خیلی کمک کرد و
و چیزی که هست اینه که خبر خوب هست که گویا این مصاحبه‌ها که حالا قرار ادامه پیدا کنه قراره که بشه. کتاب بشه. بله. غیر از این که موضوع مهمی است، بگم یه شانسی آقای میرزایی نگارنو دارن که واقعا باید قدرشو بدونن، و اون اینه که از همین ستون نامه‌هاشون پیداست که چقدر خواننده‌های علاقمندی دارن. بله. حالا این که آقای پرویز دوایی نامه می‌نویسه که خودش نویسنده ثابت اونه و درباره جزئیات شماره قبل حرف میزنه، حالا اینو به حساب علاقمند تبعیدی پراگ بذاریم، ولی کسای دیگه هم نامه نوشتن و به درست شماره قبل نگاه نو یک مطلبی خود آقای میرزایی نوشته راجع به توسعه در ایران، یکی از بهترین مقاله، متاسفانه ما موقع نرسیدیم روش صحبت کنیم، یکی از بهترین مقالاتی بود راجع به برخورد علمی با توسعه، و این از سابق، از زمان مشروطیت، از قبل از مشروطیت، از زمان ناصرالدین‌شاه به بعد، اینجا خواننده‌هاش پیداست که اینا رو میخونن، و بنابراین این خوشحالی داره که هر چقدر جام فشاری میکنه نگاه نو جزء به جزءش خونده میشه، واقعا هم ادیتوریال خوبی داره. یکی از مهمترینش مقاله آقای فخرالدین عظیمی بود که یک در روشنفکری ایدئولوژی و برداشت‌های آقای ملکیان. فقط کافیست جمله اولشو بگم، میگه اتهام جاسوسی و خیانتی که به ناحق زده شد به تولد انتلکتوئل انجامید. واژه‌ای که اون رو به روشنفکر ترجمه کردیم، واژه و پدیده‌ای که از فرانسه و امیر زولا و ماجرای دریفوس اومده بود، و بعد از اونجاست که میرسه که امروز مفهوم روشنفکر طیف گسترده‌تری از نامبران فرهنگ رو در بر گرفته، و اشاره میکنه به اون دوران معروف راسل و سارت که روشنفکر اصلا مسئولیت و تعهد دیگه ای داشت، حالا درست یا غلط، و از اون نسل الان یه چامسکی هم مونده پیرمرد. بله. ولی حرف اصلیشون اینه که اون نگاه و اون توجه تموم شد. بریم سراغ عروسک سخنگو، یکی عروسک... از بهترین هاست واقعا. بله، اصلا عروسک سخنگو واقعا با همت، گفتیم از روش نمایی که تعطیل میشن و اینا، شماره 309ه، 29 سال خانم نعیمی داره اینو منتشر میکنه با همین کاغذ از اول فروتن و بدون اینکه از رنگی کمک بگیره، در حالی که برای بچه‌ها منتشر میشه، و شما تو سطحش میبینین بسیار نزدیک به بچه‌ها. همین شروعش یه مطلبی بود که کاش فرصت بود که اونو بخونم، خیلی مطلب خوبی بود. اما یه دونه شعر اینجا هست، بهترین شعر من کیست. آخه چند سالشه کسی که سیما غفوری است، دارن مثلا میتونه 10 سال 11 سالش باشه اون رو نوشته، ولی نقاشیش مالی کسی، مال نیایشه که 5 سالشه نقاشیه. میگه بهترین شعر من سر کار میرود و به تلفن ها جواب میدهد و با خودکار بیگ آبی همیشه یک دایره میکشد و یک دایره درون آن، یک دایره درون درون درون، هر روز دو بار سوار تاکسی می شود، هر روز دو بار از کیف پولش پول خورد در می آورد. خیلی خوب. یه نگاهی هم بررسی کتاب رو بکنیم. این شماره نقد و بررسی کتاب خیلی هم به نظرم زمان نمی بره. به نظرم می رسه که یه جوری این گرفتاری مطبوعات و تغییر فرم و شکل به بررسی و نقد کتاب تهران رسیده. امیدوارم موقتی باشه. آقای همایون‌پور این دفعه با همکاری کسی این کار کردن، امیدوارم معنیش مثلا یه سفری یا یک مرخصی بوده باشه، ولی به هر حال تأثیرش رو روی نشریه گذاشته. نشریه‌ای که یکی از پایگاه‌هایی که داشتیم بود که بسیار از کسانی که اسمش رو تو نشریات ایران نمی‌دیدیم در خارج زندگی می‌کنن، شعرهای خوب، نویسنده‌های خوب، اصلا آدم‌هایی که مؤثرن با نام و یادشون به عنوان در گذشته کار، به عنوان اینکه مقاله نوشتن، اینا درش حضور داشت. این دفعه نه، اینطوری نیست. یک بحثی راجع به فریدون مشیری از جمله داره، کشکولی و کوتاه شعر کوچه مشیری رو به یاد آورده، فقط این دو سه خط بیشتر نمیخونم، به یاد ما آورده که از روی شعر کوچه مشیری گلاغا یک آقای صابری یه دونه چیز تن ساخته بود که اینطوری شروع میشد: بی تو ای برق شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، بند رخسار تو در رفت ز تنبان نگاهم، چاله آمد سر راهم، پای بی صاحب من در آن چاله فرو شد، هیکل گنده مخلص دمرو شد. دست انداخته اونو، امیدوارم که شماره بعدی شماره بهتری. خب بریم کارتون آخر از مهدی عزیزی رو ببینیم که درد تمام روزها. بله. و هفته ها و سالهایی که همینطوری واقعا ماجرای
مدیران محیط زیست درد و رنجش چیزی نیستش که متاسفانه مدام هم وخیمتر و بحرانی تر میشه. نکته آخر رو بگیم. فکر میکنید وقت میکنیم. هومن جعفری تو ستون طنز جهان صنعت نوشته بود که کمپینایی که شروع شده از جمله کمپینی که آقای علی کریمی درست کرده اینا، میگه حالا که اینطوری شد و سلبریتی ها اومدن و اینا، ما هم یه توصیه هایی داریم. کمپین نینداختن آشغال در خیابان و کوی و برزن و حیات و باغچه و پارک و خلاصه از هر جای غیر از سطر آشغال. کمپین دادن پول و خورد به راننده تاکسی ها، اینطوری روزی 3-4 هزار تا دعوای خیابونی کم میشه. کمپین بچه دار نشدن زوجهایی که میدونن با هم سازگاری ندارن، شما که تهش طلاق میگیری چرا بچه دار میشه. کمپین یادم تو رو فراموش، خدا خوب گفته. کمپین یادم تو رو فراموش برای سیاستمدارایی که موقع انتخابات یه حرفایی میزنن بعدن یادشون میره. کمپین کمتر بخرید کمتر دور بریزید برای مردمانی که تا هفته 10 کیلو میوه و غذا دور نریزن حالشون اصلا خوب نمیشه. کمپین از کجا آورده ای برای مسئولانی که در خانه های ویلای 10000 متری میشینند. فعلا چند نفر داوطلبانشن این کمپین ها رو انجام بدن، بعدن یه لیست دیگه هم بهتون میگم. ممنون آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما به روی شما بازه، نظراتتون رو با ما در میان بگذاریم. منتظر سوالات انتقادات شما درباره برنامه های تلویزیون، رادیو و سایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا در تلگرام ما با آدرس @bbc شما نظراتتون رو با استفاده از هشتگ دیدبان برای ما بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.